صحبت‌های جدید مهران مدیری و تغییر موضع عجیبش. با ما تو این ویدیو همراه باشید. صحبت‌های جدید مهران مدیری بعد از اون صحبت‌های جنجالی که علیه حکومت انجام داده بود رو با هم می‌شنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. مهران مدیری چند هفته پیش صحبت‌های جنجالی رو علیه صدا سیما و حکومت انجام داد و به سرکوب معترضان اعتراض کرده بود و حتی صدا سیما رو تهدید کرده بود که دیگه حق نداره هیچ کدوم از آثار اون رو پخش بکنه. بعدم به یه بار به دبی رفتش و اونجا چند روزی اقامت داشت، ولی خب به دلایل نامشخص که گفته میشه به خاطر بسته شدن حساب‌های بانکی مهران مدیری بوده، بعد از چند روز دوباره به ایران بازگشت و الان بعد از چند هفته در یه ویدیوی جدید صحبت‌هایی رو مطرح کرد و گفتش که کدوم ایرانی رو میشناسید که وطنش رو تکه پاره بخواد. فضای مجازی باعث میشه که درباره خودمون، اتفاقات و آدم‌ها دچار اشتباه بشیم. هر کس در ایران رشد کرده عاشق وطن و تمامیت ارضی اونه. اون درباره صحبت‌های قبلیش و تهدید صدا سیما هم گفت که مالکیت آثار در اختیار صدا سیماست و من فقط خالق آثار بودم و حق ممنوع کردن پخش آثار رو نداشتم و اختیارش در دست صدا سیماست. یه جورایی مهران مدیری با این صحبتش گفته که منم جوگیر شدم و تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتم که اون صحبت‌ها رو انجام دادم. بریم با هم صحبت‌های جدید مهران مدیری رو گوش کنیم، ببینیم چه صحبت‌هایی رو انجام داده. سلام عرض میکنم، امیدوارم که سلامت باشید. یک نکته ای که لازمه در این ابتدا عرض بکنم این هست که هر اثری رو که در طول این سالها برای تلویزیون ساختم، هم از سریال یا هر نوع کار دیگه ای، خالق این آثار من هستم اما مالک این آثار من نیستم. مالکیت هر اثری که در تلویزیون ساخته میشه، چه توسط من چه دیگران، با سازمان صدا و سیماست و تصمیم برای پخش یا عدم پخش هر برنامه هم با صدا و سیماست. یک نکته ای که این روزها خیلی راجبش حرف زده میشه و بر اون تاکید میشه موضوع وطنه، موضوع خاکه، موضوع امنیت ملیه و موضوع تمامیت ارضی. بله طبیعیه، هر کسی که در این کشور به دنیا آمده، تلاش کرده و رشد کرده، عاشق وطنشه، عاشق امنیتشه و عاشق تمامیت خاکش. کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن تکه پاره بخواد؟ کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن از هم گسیخته بخواد؟ قطعاً هیچ ایرانی وجود نداره با هیچ قومیتی و هیچ شکل و شمایلی که در این سرزمین زندگی کرده یا زندگی میکنه و عاشق خاکش نباشه و تمامیت خاکش رو نخواد. این بدیهیه، همه ما عرق ملی از مهمترین مسائلمونه و عرق ملی رو همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت. اما دیگرانی نه از این کشور، دیگرانی نه از این مردم، همیشه خواستن در طول این سالها هر اتفاقی که در این مملکت افتاده رو، اون اتفاق رو، مردم رو و حتی آدم ها رو به نفع خودشون مصادره کنن، به نفع خودشون ضبط کنن، اتفاقات، مردم و آدم ها رو مال خود کنند. و این خیلی ناجوان مردان است. بهترین تصمیم رو مردم
برای کشورشون میگیرند. بهترین تصمیم رو مردم ایران برای کشورشون میگیرند. مردم شریف، مردم باهوش، مردم دوست داشتنی. و نکته آخرین که همیشه من با فضای مجازی مسئله داشتم، همیشه در کارها گفتم، سالها گفتم و باز هم میگم، فضای مجازی علاوه بر خوبیهاش مضرات بسیاری هم داره. یه کمی باید مراقب فضای مجازی باشیم، مراقب خودمون باشیم در فضای مجازی. این همه نقل قولهای عجیب غریب، این همه اخبار عجیب غریب، این همه گفته های عجیب غریب و و و هزار چیز دیگه که هم اذیتمون میکنه، هم باعث میشه اشتباه کنیم نسبت به خودمون، نسبت به وقایع، نسبت به آدم ها. همین. امیدوارم بهترین برای مردم ایران اتفاق بیفته. امیدوارم به روزهای روشن، امیدوارم به روزهای خوب و حال بهتر، و امیدوارم خداوند همه مردم ایران رو، همه ما رو در آغوش خودش بگیره. متشکرم. خب دوستان، نظرتون درباره صحبت‌های جدید مهران مدیری چیه؟ به نظرتون آیا از سمت ارگان یا گروهی مجبور شده که این ویدیو رو ضبط و انتشار بده؟ آیا تلویزیون برای اینکه بتونه برنامه دورهمی و سایر آثار مهران مدیری رو پخش کنه، اونو مجبور کرده که این ویدیو رو منتشر بکنه؟ و این تغییر موضع مهران مدیری چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ به گفته روابط عمومی صدا سیما، برنامه دورهمی مهران مدیری 40 قسمت پخش نشده داره که به گفته مهران مدیری ضبط و تدوینش به صورت کامل انجام شده و فقط مونده که اون رو پخش بکنن، و قرار بودش که از اول ماه ربیع بعد از پایان ماه محرم و صفر پخش این برنامه به صورت روتین انجام بشه، که بعد از صحبت‌های جنجالی مهران مدیری پخشش متوقف شد. حالا باید ببینیم با این صحبت‌های جدیدی که مهران مدیری انجام داد، آیا برنامه دورهمی پخش میشه یا نه؟ حتما نظرتون رو برای ما راجع به این صحبت‌های مهران مدیری تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.